دوره تحلیل مدارات AC و DC در این مشق قصد داریم تا از منوی گراف برای تحلیل AC و DC مدار استفاده بکنیم. به همین منظور که در قام اول قصد داریم تا مدار حاوی آپمپ رو برای شما شبیه‌سازی و تحلیل بکنیم. به همین منظور وارد کتابخانه میشیم. از بخش Operational Amplifiers امپلیفایر 741 رو انتخاب میکنیم. وارد مدار خواهیم کرد. یک مقاومت یه رسیستور معمولی رو انتخاب میکنیم. مقدار اون رو 10K قرار میدیم. متصل میکنیم به پایه 3 و با استفاده از بخش ترمینال یک گراند به مقاومت متصل خواهیم کرد. پس از این نیاز داریم به منابع DC برای پایه‌های 7 و 4. برای پایه اول مثبت 15 ولت رو در نظر می‌گیریم. و متصل میکنیم به پایه 7 و برای یکی پایه منفی 15 ولت رو در نظر خواهیم گرفت به عنوان ولتاژ DC. بعد از اون یک مقاومت دیگر رو انتخاب میکنیم. متصل میکنیم به این پایه. همچنین پایه 2 و 6 رو از طریق مقاومت RC اتصال خواهیم داد. از یک منبع سینوسی می‌خوایم استفاده بکنیم به منظور ورودیمون. بیم سراغ منبع سینوسی رو انتخاب میکنیم. به عنوان ورودی اتصال میدیم به R1. دومنی 1 ولت رو برای اون انتخاب میکنیم. اما فرکانس رو 1 کیلوهرتز در نظر خواهیم گرفت براش. خب به این ترتیب مدار ما آماده شبیه‌سازی هست. فقط یک مقدار دیگه برای مقاومت ها نیاز داریم که 10K رو انتخاب میکنیم. برای این بخش هم 10K رو انتخاب خواهیم کرد. خب به منظور شبیه‌سازی بیشتر وارد بخش گراف میشیم و از این بخش گزینه آنالوگ رو انتخاب خواهیم کرد. یک آنالوگ آنالایزر هست که میخواییم مورد استفاده قرار بدیم. پروب نیاز داریم برای عمل کرد. پروب ولتاژ. دو تا از این پروب ها رو، یکی رو در این قسمت قرار میدیم و دیگری رو در این قسمت قرار خواهیم داد و یک مقدار پایین تر که بخواییم بذاریم برای R2. خب دابل کلیک رو انجام میدیم. از بخش ترست
وارد بخش گراف میشیم، اتریس رو انتخاب میکنیم و پروبی که قصد داریم اینجا ببینیم رو انتخاب خواهیم کرد. باز زدن کلید Stimulate Graph برای ما نمایش داده میشه. تنها این گزینه که وجود داره میزان ولتاژ در هر ثانیه برای ما تغییر میکنه. کاری که میکنیم این هست، ببینیم که یک شکل موجی هست در داخل این. فقط نکته که وجود داره اینه که فرکانسی که ما تعیین کردیم فرکانس بالایی هست. دوباره ازش میخواییم هیگراف سیمیلیت انجام بده. این با فرکانس بهتری به ما نشون میده. میتونیم مجددا این فرکانس رو اگر سد بکنیم به چطوری هست. خب یه بار دیگه نه، وضعیت بدتر میشه. خب به خاطر همون فاصله زمانی هست که ما رعایتش نمی کنیم. خب ما میتونیم کاری که انجام بدیم این هست که اگر اینطوری بکنیم به چه صورت خواهد بود خروجی ما. چیز میانه ای رو میتونیم در نظر بگیریم. به طور مثال همون 1 هرتز رو اگر در نظر بگیریم خروجی همون رو میبینیم. میتونیم عبارت بزرگتر هم ببینیم. خب دوباره وارد بخش گراف خواهیم شد. اتریس رو انتخاب میکنیم. پروبی که این بار انتخاب خواهیم کرد R32 هست و با رنگ قرمز الان اگر ما بخش سیمولیت گراف رو انتخاب بکنیم برای ما نمایش داده خواهد شد به این صورت. ولتاژ پیک تا پیکش برای خروجی 4 هست، برای ورودی ولتاژ پیک تا پیک 2 هست. شما به این صورت به راحتی میتونید تحلیل رو انجام بدید بر روی مدارات AC خودتون و آنالوگ. البته این شد برای ما خروجی که به راحتی میتونید روی مدارتون خروجی رو ببینید. بخوام یک کار بیشتری انجام بدیم چه کار بکنیم؟ از بخش Edit Graph میتونیم استاپ تایم رو هر یک میزانی در نظر بگیریم. دوباره خب میتونم الان اگر این فرکانس رو 1 کیلو بکنم سیمولیت گراف انجام بدم، میتونم مقادیرم رو همون طور که میخواستم در فرکانس های بالاتری ببینم. کاری که میکنیم ما این پروپامون رو برمیداریم از اینجا از ورودی خروجی. این ما میخواییم پروپامون رو در یک مکان دیگه قرار بدیم، در این ناحیه و در این بخش. خب این ورودی ما هست. میتونیم این کار را اتریس رو انجام بدیم. این بار پروب خودمون رو U1 مثبت در نظر میگیریم و دوباره اتریس انجام میدیم پروب خودمون رو. اگر این رو بکشیم کنار U1 منفی در نظر خواهیم گرفت. این برای این حالت سیمولیت گراف اگر انجام بدیم چه اتفاقی میفته؟ در این حالت هم میتونیم لگاریتم اونها رو با هم ببینیم. خب ادیت گراف هم اگر بخوایم انجام بدیم از این بخش میتونیم این کار رو
انجام بدیم. یه کاری که میتونیم بکنیم که این کلن کاتش بکنیم. دوباره بیایم. بخش گراف. میتونیم یک ام بذاریم. خب بزرگتر میکنیمش. این از این حالت. پروبمون رو که گذاشتیم اینجا گراف رو اتریس بکنیم برای حالت U1 مثبت و با هم ببینیم گراف DC که 15 ولت هست رو به ما نشون میده. دوباره اتریس انجام بدیم. این بار U1 منفی رو انتخاب میکنیم و دوباره سیمولیت گراف رو خواهیم داشت. این هم منفی 15 و مثبت 15 ولت رو به ما نشون میده. خب ما میتونیم به صورت DC و AC مقادی رو در اینجا ببینیم. این میشه برای ما حالت استفاده از منوی گراف. در ادامه شبیه سازی مربوط به منوی گراف میخواییم یک مدار حاوی پل دیودی رو برای شما شبیه سازی بکنیم و رفتار AC اون رو ببینیم. به همین منظور وارد کتابخانه میشیم. از بخش Simulator Primitives یک منبع سینوسی رو انتخاب خواهیم کرد و در شماتیک قرار میدیم. پس از اون باید به دنبال پل دیودی باشیم. از بخش دیود بریج رکتیفایر رو انتخاب میکنیم و یکی از پل‌های دیودی رو انتخاب خواهیم کرد و منبع خودمون رو به این پل اتصال میدیم. برای منبعمون آفست رو در حد 0 در نظر میگیریم. امپلیوتید 6 رو در نظر خواهیم گرفت. فرکانسش رو 50 هرتز. تایم دیلی رو 0 و دمپینگ فاکتور رو هم 0 در نظر میگیریم. پس از اون یک مقاومت رو از بخش رسیستور وارد میکنیم و در مدار قرار خواهیم داد. به یک پایانه گراند احتیاج داریم. پایانه گراند رو هم قرار میدیم. و به اینجا متصل خواهیم کرد. مقدار مقاومت رو در حد 1 کیلو اوم در نظر میگیریم. ابتدا از یک اسیلوسکوپ برای نمایش نتیجه AC استفاده میکنیم. کانال اسکوپ رو به ابتدای مقاومت متصل میکنیم و شبیه سازی رو آغاز میکنیم. یک موج سینوسی با فرکانس 50 هرتز رو مشاهده خواهیم کرد. به این صورت که دامنه اون در حد 1 هست. اینجا شبیه‌سازی رو متوقف می‌کنیم. قصد داریم که از منوی گراف برای بیشتر مشخص شدن شبیه‌سازی استفاده بکنیم. اگر اسکوپ رو کنار بگذاریم از بخش گراف مود
مجدداً آنالوگ رو انتخاب خواهیم کرد. و اگر با نگه داشتن کلیک چپ ماوس میتونید به این صورت آنالوگ انالایز رو وارد بکنید. اگر دابل کلیک انجام بدیم روش، تایم 1 میلی ثانیه رو انتخاب میکنیم. ما به یک پروب هم نیاز خواهیم داشت. پروب رو دقیقا در این بخش قرار میدیم. اگر رام بکنیم میبینید که مقدار ولتاژی که در ورودی مقاومت R1 و در واقع ولتاژ مقاومت R1 با زمان در حال تغییر کردن است. اما گراف این امکان رو به ما میده که بدون ران مقادیر رو به صورت شکل موج ببینیم. وارد منوی گراف خواهیم شد. اتریس رو انتخاب میکنیم. R1-1 تنها پروبی هست که در مدار وجود داره. چه در اینجا راست کلیک انجام بدید و چه در منوی گراف سیمولیت رو انتخاب بکنید میتونید خروجی رو ببینید. خروجی ما اینجا کامل نیست الان. دابل کلیک میکنیم. ببینیم اگر 100 انتخاب بکنیم چه شرایطی پیش میاد. نه اونو که خیلی زیاد شد. 10 رو انتخاب میکنیم. مجدداً سیمولیت خواهیم کرد. بهتر از یه مقدار خیلی پایین تر رو انتخاب بکنیم. ببینیم در 1 ثانیه چه شرایطی پیش میاد. اگر کاهش بدیم به نظر نتیجه بهتر میشه. فعلا 1/10 بگیریم. بله. نتیجه به این صورت کاملا برای ما مشخص هستش. ولتاژ پیک تا پیک اون حوالی 4.5 ولت هست و تغییرات به صورت سینوسی قابل مشاهده. این تا این مرحله. ما یک گام دیگه هم میخواهیم بیشتر وارد بکنیم. در گام بعد قصد داریم تا شارژ و دشارژ شدن یک خازن رو در این مدار پل دیودی با هم ببینیم. به همین منظور از کتابخانه یک خازن رو وارد خواهیم کرد. ما اولی خازن رو انتخاب میکنیم. روتیتش میکنیم و در مدار قرار میدیم. مقداری که خازن داره در حد 0.5 پیکوفارات هست. ما در حدود 47 میکروفارات تنظیم خواهیم کرد. به این صورت و این بار قصد داریم تا خروجی رو ببینیم. من کات میکنم. مجددم آنالوگ آنالایزر وارد میکنیم. اگر از اینجا پروب رو انتخاب بکنید و بکشید داخل آنالایزر مشاهده میکنید که اینجا اسم پروبی که قرار هست مقدارش روی این آنالیزر نمایش داده بشه در اینجا مشخص میشه. از بخش گراف مجدداً سیمولیت گراف رو انتخاب میکنم. این شد مقادیری که دیده میشه. همین دابل کلیک انجام بدیم اینجا. برای 1/10 ببینیم نتیجه به چه صورت هست. بله واضح تر هست نتیجه. مقدار ولتاژ قصد داشته که افزایش پیدا بکنه، اما دشارژ شدن و شارژ شدن خازن باعث ایجاد یک سری ریپله هایی در مشخصه ولتاژ شده و چنین شرایطی رو در خروجی مدار ما به وجود آورده. از اینجا تأثیر شارژ شدن و دشارژ شدن خازن رو با هم دیدیم. برای این مدار پله